برای بررسی بیشتر همکارم هم شاهد علوی اینجا در استودیو با ما هست شاید برخی مقامات جمهوری اسلامی عنوان کردن که مذاکرات غیر مستقیم با طرف آمریکایی انجام شده فکر می‌کنی که تبادل زندانی می‌تونه یه نشونه ای از رسیدن به توافق در برجام هم باشه به یک معنی میتونم. ما این در داشته باشیم که مسئله گروگانگیری در ایران گروگانگیری شهروندان خارجی یا دو طابعیتی ایرانی و تابعیتی کشور اروپایی یا آمریکایی در واقع صرفا برای مسئله برنامه هسته ای نیست یعنی مرتبط با اون نیست بخشش با آن مرتبط هست ایران از این در واقع زندانی ها، ها استفاده میکنه برای بازداشت کسانی که در پیوند با تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای در بر آمریکا محکوم شدن دادگاهی شدن اما ما میدونیم که این گروگانگیری برای مبادله با محکومان حوزه تحریم فقط یک بخش از گروگان را هستند مواردی رو داشتیم که گروگانگیری برای صاف کردن بدیهای سابق بوده حسابهای گذشته مثل مثلا مورد نازعین زاغری که برای مسئله خرید های چیفتن از بریتانیا بود یا مثلا برای آزادسازی تروریست هایی که جمهوری اسلامی برای اقدامات در واقع قتل و بمبگذاری به خارج فرستاده مثل مثلا مورد کایلی مور که اصلا استرالیایی بود در تایلند جمهوری اسلامی دو تا از مامورانش در واقع تلاش برای بمبگذاری بازداشت شده بودند ایران میدونست که استرالیا رو تایلند نفوذ داره میتونه با آنها معامله بکنه و کالی رو برای این دلیل در واقع گروگان گرفت و بعد معامله کرد با اونها یا مثلا برای گرفتن امتیاز اقتصادی به این ترتیب این میتونه هم نشانه ای باشه از نزدیکشن به توافق همین که عملا باید در نظر داشته باشیم که فقط منوط به این نیست که میتونه در واقع با آزاد کردن اون زندانی ها راه رو در واقع مساعد بکنه برای ادامه همون فعالیت هایی که با وجود تحریم ایران دنبالش خواهد بود در آمریکا شاید چقدر شیوه برخورد غرب و آمریکا در هنگام بازداشت شهروندانشون توسط جمهوری اسلامی باعث ادامه این سیاست گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی شده من باورم این هست که عملا این سیاست در چلدوس های گذشته در ایران عملی و ممکن شده و ادامهش واجد منفعت برای جمهوری اسلامی بوده برای اینکه این سیاست کار کرده کار کردن به این معنا که جمهوری اسلامی شهروند اروپایی رو آمریکایی رو کانادایی رو استرالیایی رو شهروند خارجی رو یا دو تابعیت ایرانی شهروند خودش رو که تابعیت کشور دوم رو داره بازداشت کرده بدون هیچ دلیل و سند و مدرکی به دلیل سیاسی و امنیتی بشه تام جاسوسی زده یا همکاری با دشمن کشور خارجی یا مواردی از این دست و بعد در یک فضای در واقع غیر قانونی بدون حق دسترسی آزاد به وکیل و هیئت منصفه و دادسه آدانی محکومش کرده بعد از این استفاده کرده برای اینکه فشار به غرب بیاره کسی رو آزاد بکنه خب وقتی غرب میپذیره این رو هر بار تن به این سیاست میده به جای اعمال تحریم جدیتر به جای برخورد جدیتر در حوزه سیاسی دیپلماتیک با ایران عملا میپذیره بعد به صدور بیانیه‌های باور منتقدین خشک و خالی بسنده میکنه که شهروند ما زندانی هست باید آزادش بکنیم خود جمهوری جواب نمیده به این ترتیب این سیاست جواب داده و جواب دادنش هم در واقع نتیجه مستقیم شیوه برخورد نادرست غرب هست با گروگانگیری اطبایشون در ایران شاید وقتی که ما شاهد هستیم که سفر بسیاری از شهروندان غربی و آمریکایی به ایران منجر به دستگیری و گروگان گرفتن اونها میشه چرا غرب سیاست مسئولانه تری در قبال سفر شهروندانش به ایران اتخاذ نمیکنه خب ممنون شما کوتاه بله حتما اینا به این برمیگرده که در واقع غرب نگاه درستی به ایران نداره یک نگاهی در غرب هست متأثر از یک مقدار چپ کلاسیک که خب فکر میکنه اگر به شهروندش بگه ایران کشور ناامن جمهوری اسلامی ایران ایران رو کشور ناامنی کرده برای سفر کردن این به معنای مثلا اسلام هراسی یا ایران هراسی خواهد بود این نادرسته جمهوری اسلامی همه رو نمیگیره اما کاملا ممکن هست هر فرد خارجی بدون هیچ دلیلی به خاطر تم یک هدف امنیتی در ایران بازداشت بشه در حالی که ممکنه پیشتر ده بار سفر کرده باشه به این ترتیب غرب به خاطر اون نگاه به خاطر قلبی اون نگاه غلط به خاطر شناخت نادرست از جمهوری اسلامی و سیاستهاش عملا در این مورد کوتاهی میکنه باور من مسئول بازداشت شهرونداش در ایران هست هرچند نهایی جمهوری اسلامیه شاهد ممنونم از حضورت